به نام یاد خدای بخشنده و مهربان عزیزان همیشه همراه برنامه روشنا سلام های گرم ما را پذیرا باشین که تقدیم میکنیم به شما عزیزان و همراهان همیشگی و خانواده های محترم شما مادرهای عزیز پدرهای گرامی مانده نباشین از کارهای روزانه امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین چیال حال احوال دارین خوب هستن خدا رو شکر که امروز هم همراه شما عزیزان هستیم امید دارم که تا آخرین لحظات همراهی کنین برنامه خودتان و همراه ما باشین همه قسم که همه شما عزیزان در جریان هستن مثبت اندیشی و عوامل رضایت زندگی عنوان موضوع برنامه ما هست که هفته های زیادی نسبت به موضوع با شما عزیزان گفتگو کردیم و امیدوار هستیم که مثبت اندیش باشیم در زندگی چرا که انسان هست و باورهایش انسان هست و ذهنیتش هر چقدر که ما مثبت ببینیم و از خوبی های زندگی را ببینیم مطمئن باشیم که زندگی ما هم به همون نسبت خوب و خوبتر میشه پس اگر باغچه گلی را میبینیم خارهای او را نبینیم بلکه گلهای زیبای او را ببینیم یک معنی ساده از مثبت اندیشی هست و اما ای که چه عواملی میتونه که در رضایت از زندگی و مثبت اندیشی موثر باشه بسیاری از موضوعات گفتگو کردیم و امروز رسیدیم به سلامتی خب ای که میگم سلامتی شاید بسیاری از شما از آن سلامت جسمی در یادتان باشه ای که آیا جور هستیم یا ناجور هستیم اما سلامت یک مبحث بسیار گسترده ای دارم که میخوایم نسبت به موضوع با خواهر خوب و خانم حسان زاده گفتگو کنیم و امروز هم در استودیو هستن سلام علیکی میکنیم و خوش آمدید میگم بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوشی رو برای همه عزیزان از خداوند متعال خواستار زنده باشن یک جان تشکر و اما عوامل رضایت از زندگی چقدر مباحث زیبایی داره شما از آن بیننده هم بسیاری از این عوامل برای خودتان جستجو کنین حالا ما بسیاری از اون موضوعات و عوامل را گفتیم شاید عوامل بسیار بسیار زیاد دیگه هم وجود داشته باشم چه خوب است که شما هم تحقیق کنین نسبت به موضوع و ببینین که چه عواملی باعث میشه که ما از زندگی خود ما رضایت داشته باشیم یکی از اونها سلامتی هست که از خانم حسنزاده پرسان میکنیم که خانم حسنزاده منظور سلامتی که ما میگیم چی هست بله ما همینطور که شما فرمودید موضوع برنامه ما مثبت اندیشی و رضایت از زندگی بود که در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان بودیم در مورد رضایت از زندگی ما صحبت های کردیم گفتیم که منظور از زندگی این است که به زندگی خود انسان هدف بده ام. و معنادار کنه اینکه زندگی خود و یک سری عواملی هسته که باعث میشه که این احساس رضایت در زندگی برای انسان ایجاد بشه و حتی به در بسیاری از مشکلات بتانه با او احساس رضایتی که داره اون بله. اونها را به پشت سر بگذاره از جمله از اونها ما گفتیم شناخت دنیا بود که انسان هرچی دنیا رو بهتر بشناسه بهتر بله. میتانه به اهدافی که در زندگی داره برسه بحث قناعت رو مطرح امه. کردیم بحث این که انسان شناختی داشته باشه در مورد اینکه واقعیت ها و سختی هایی که در زندگی هست امه. انسان ه هرچه سختی ها رو آشنایی بیشتر داشته باشه آگاهی بیشتر داشته باشه در برابر از اونا بیتر میتونه دقیقا. مقاومت کنه صبر کنه و استادگی بره. کنه و بحث دی، دینداری رو مطرح امه. کردیم که هرچی باورهای دینی و اعتقادات انسان به خداوند متعال بیشتر باشه میزان احساس خوشبختی و رضایتی بیشتری در زندگی داشته درستان. باشه بله همونجور که شما مطرح کردن در مورد این جلسه در مورد سلامت صحبت کنیم از این سلامت سلامتی است که تمام حوضه های یک فرد رو متان شامل بشه امه. منظور از سلامت همون که شاید در زن هر کسی فلبدایه بیایه این تندرستی است انسان از لحاظ فیزیکی سالم و درست. تندرست باشه ده. ولی ما میخوایم این رضایت رو بیشتر گسترده ابریو بیشتر کنیم آها. سلامت رو به بحث‌های اجتماعی بکشیم سلامت در شغل دیشتن سلامت عاطفی که یک فرد باید داشته باشه سلامت اقتصادی که داشته باشه اینها رو میتونه وقتی افراد در جامعه اینها رو داشته باشن احساس رضایت دقیقان. بهتری دارن صرف فقط سلامت جسمی رو نمیخوایم اصلاً. بیان کنیم مد نظر ما اون نیست سلامت رو میخوایم از تمام ابعاد بررسی کنیم حالا چه خوب شما بیان کردین سلامت روحی سلامت جسمی سلامت آتیفی یعنی اینا چقدر بحث داره سلامت اجتماعی یعنی در روابط اجتماعی ما مثلا چقدر گفتگو داره بسیار لیست خب حالا یک به یک اینا رو معرفی میکنین و توضیح میدین؟ بله بسیار. زیر هر کدوم مثلا سلامت جسمانی که ما داریم بیان میکنیم زیر مجموعه از رو سلامت جسمانی که انسان جسم از رو سلامت باشه مطمئنا به روحیه از رو هم تاثیر داره و اگر برای سلامت روان از او رو باشه به جسم از او یعنی ارتباطاتی میخوایم بگیم که بین از اینا وجود داره مثلا سلامت اجتماعی رو ما زیر مجموعه از او سلامت شغلی قرار میدیم اینشالا در ادامه مبحث ما او را بیان میکنه و اما چیزی که ما الان میخوایم بیان کنیم بس تندرستی هست سلامتی هست که همه انسان ها از وقتی میگیم فلانی سالم هست در بله. سلامتی هست منظور همون سلامتی جسمی از, بله. از فرد رو چیزی که دیاد آدم میایه همیستن همه رو میخوام ب... حالا درست است که وقتی ما میگیم سلامت و صحتمندی خب به واقعیت اهمیت هم داره درست یعنی انسان حالا اگر سلامت اقتصادی که ما گفتیم حالا اگر ما پولدارم باشیم خوب خانه و زندگی داشته باشیم وقتی ناجور باشیم صدمن نباشیم چی به درد ما میخواد یعنی سلامت جسمی درست است که فقط صرف سلامت سلامت جسمی نیست ولی اهمیت زیادی داره ولی سلامت جسمی میتونه به بقیه سلامتی های انسان تاثیرگذار باشه خانم همونطور که شما فرمودید ما قبول داریم که با تن رنجور و بیمار انسان روح روان از او هم پریشان هست مه. خب روح روان از او هم باعث میشه که آسورت خاطر باشه بس. خیلی ارزش داره معمولا همونطور که شما فرمودید خداوند یک نعمتی رو به ما انسان مه. ها داده وقتی که تا ناجور نشم قدر از ای رو معمولا بله، نمیدانه دقیقا. زمان انسان وقت سلامتی از او کاهش پیدا کنه ام. باعث میشه که بدانه چه نعمت بزرگی رو ام. داشته و قدرشناس از این نعمت در زندگی خب نبوده بله، ما داریم سفر. که با وقتی که امام صادق علیه السلام در زمین فرمایشی دارن میفرماین لذت زندگی رو انسان زمانی درک میکنه که انسان از نعمت سلامتی برخوردار باشه دقیقاً یعنی وقتی که انسان ناجور باشه به از صحت کامل برخوردار نباشه بهترین نه و هم بیاریم برای از ولی چون تمایل به خوردن از اون نمیبینه چون از لحاظ جسمی بدن از او آزرده هست بل. و او رو پذیرش نداره دفتیتن. یا انسانی که واقعا سروتمند هست در رفاه و آسایش داره زندگی میکنه وقتی که از لحاظ سلامتی, سلامتی دچار مشکل باشه برای از اون معنا و مفهومی او مادیات بله. نداره شاید هم کل او ثروت خرج کنه که بتونه او سلامتی رو به دست بیاره پس انسان به وسیله عافیت هست که میتونه یک فرمایش امام علی علیه السلام است که میفرمایه به وسیله عافیت است که لذت زندگی رو انسان درک میکنه زمانی انسان از باعث شد که از سلامتی برخوردار باشه سلامتی جسمی و روح و روانی هم با هم ما در نظر میگیریم اگه برخوردار بود میتونه از او زندگی لذت ببره برستم. و حتی میتونه از او زندگی به موفقیت های رو برسه ام. و به خانواده خواهد تا رسیدگی کنه بلی. کسی که چهار بیماری های جسمی و روانی هست حتی خودی دو دوچار مشکله نمیتونه به بقیه کمک کنه تا مثلا حتی خانواده خونه نمیتونه کمک کنه تا بتونه بگیم به اجتماع کمک کنه پس خوب از انسان برای سلامتی خود خود اهم را از راز روان رو و هم از لاز جسمی البته در مرتبه اول همونطور که شما فرمودی مرتبه جسمی انسان ارزش قائل بشه این خیلی نکته مهمی هست همونطور که ما برای سلامتی جامعه میخوایم ارزش قائل بشیم بله، و احترام قائل دفعًا. بشه ولی بله در ابتدای هم باید برای سلامتی خود انسان بله. و فردی خود انسان تلاش کنه و ارزش قائل بله. بشه یعنی عقل سالم در, در بدن, بدن سالم, سالم تا که ما بدن سالم نداشته باشیم عقل سالم هم نداریم که میشه همون سلامت روحی روانی یعنی کل اینا به هم دیگه مرتبط است اگر ما سلامت جسمی داشته باشیم سلامت روحی داریم اگر سلامت روحی داشته باشیم سلامت اقتصادی و اجتماعی داریم سلسله مراتب همینجوری بخوام متصل است اینا با هم متصل هستن اگه یکی از اینا دچار اشکال بشه و انسان از یکی از اینا قافل بشه بله. باعث میشه که بدیه ها هم دچار مشکل بشه ولی امروز متاسفانه هم زوری جور شده انسان اکثر انسان ها به سلامت جسمی خود اونقدر اهمیت نمیدن حتی خدای نگده بعض وقتا شده که سلامت جسمی خوب خاطری که اقتصاد به دست بیارن در خطر میاندازن درسته بله خب این باعث میشه که کی ضرر کنه خود همو انسان ضرر کنه چون بعد ها ممکنه هزاران هزار از لحاظ مادیات داشته باشه ولی او سلامتی رو نداشته باشه و در حسرت او سلامتی بلید. که داشته و ارزش برای از او قائل نبوده مم. انسان بعد این نکته رو توجه کنه در کناری که انسان تلاش میکنه که انسان سالمی باشه خوب از برای سلامتی خو خب هر لحظه به لحظه شکرگزار خداوند باشه چون همین شکر از او هم باعث میشه که خداوند این آفیتی که در بدن از او هست رو دو کنه این رو انسان باید در نظر داشته باشه او اعتقاد خدا باوری که ما جلسه قبل گفتیم در این مسئله هم باز بسیار مطرح باشه خب میان برنامه آماده نش داریم تقدیم میکنیم خدمت ترزان بیننده و همچنان با ما همراه باشین که عنوان برنامه ما هم هست عوامل مؤثر در رضایت از زندگی انشالله که همه شما عزیزان بیننده از زندگی خودتان رضایت داشته باشین اگر مثبت باشین با ما همراه باشین اللهم

تشکر از همراهی گرم شما عزیزان بیننده باز هم با برنامه روشنا همراه هستین خانم حسنزاده عزیز امروز مهمان و کارشناس ما هستن و در رابطه با مثبت اندیشی و عوامل معصر در رضایت زندگی با شما عزیزان گفتگو میکنیم که موضوع امروز ما در رابطه با سلامتی هست انشالله که همگی شما عزیزان جور و باشین و هیچگاه خدای نکرده مریضی بیماری یا نگرانی و گرفتاری و سختی ها هیچگاه با شما همگام و همراه نباشد خب خانم حسن زادم داشتن میگفتن که ما برای زندگی ما گاهی وقتها سلامتی جسمی خود ما را در نظر نمیگیریم و تلاش میکنیم که بیشتر سلامتی اقتصادی خود مثلا به دست بگیریم و وقتی که میخوایم او سلامت را به دست بگیریم سلامتی دیگه خود را دست میگیم خب این قسم در زندگی نشان دهنده است که ما یک برنامه ریزی نداریم یعنی ما همیشه حدیثی از امامان بزرگوار ما از بزرگان ما داریم که اما حدیثی که میگن که باید زندگی خودت به سه قسمت تقسیم کنی اگر ما بتونیم همین موضوع رو در زندگی خود ما به کار ببریم مطمئنا دیگه به این موضوع نمیرسیم که به خاطر یک سلامتی سلامتی دیگه خود دست بدیم سلامتی جسمی رو همونطور که فرمودین شما در رأس همه اونها باید قرار بدیم در نظر داشته باشیم اگه میخوایم به تمام موفقیت ها و قله های موفقیت رو به دست بیاریم سلامت جسمی و روح و روان ما در اول سلامت جسمی بعدش روح و روان ما در مد نظر است چون اگه سلامت جسمی داشته باشیم و قد شناس از اون هم انشالله بودیم و او رو بتانیم تلاش کنیم در بهبود اون و به, به سلامتی کامل داشته باشه ولی سلامتی روح و روان خانزوری نسبت به سلامتی فیزیکی و بدنی باز هم ارتباط مستقیم داره بله. چون خدای نکرده اگه روح روان انسان پش، پریشان باشه مم. انسان انسان دچار استراب باشه و نار، همش ناراضی از زندگی خود, خود باشه و بسیار از مشکلات رو در زندگی خود خود کلان جلوه بده این خودی با اسمشه که حتی به بدن خود خواهم آسیب بزنه بله. و باعث بشه که بسیاری از مشکلات رو در زندگی خود خود به وجود بیاره حتی به میتونه همین رو اگه ادامه دار باشه که رو روان خود تسته تسته میتونه به زندگی اجتماعی خود خود عزت نفسی که درسته. داره اعتماد به نفسی که داره آسیب بزنه پس انسان خوب است علاوه اون که اهمیت میده به سلامت جسمی خود خود سلامت روح روان خود خود هم در نظر بگیره بله. که ما در جلسات قبل گفتیم با کوچکترین مشکلات باعث نشه پریشان خاطر باشه امه. چون هر چی پریشان خاطری از او بیشتر باشه باعث میشه افسردگی استراب سراغ از او بیایه بله. مشکلات برای از او بزرگتر و کلان جلوه میکنه و رفع مشکلات برای از این سختتر میشه حتی بعض وقتها افرادی هستن میگن من چنان فکر میکنم مثبت اندیش نیستن بله بله. متاسفانه منفی اندیش میگه چنان همین مشکل به داخل زندگی من هست نه تنها نمیتونم این رو رفع کنم بلکه مشکلات دیگه هم به زندگی ما ایجاد میشن. کرده خب این باعث می شده که روح روان از این آسیب ببینه مم. پس خوب انسان با مثبت اندیشی که داره روح روان خود خواهم هم به مشکلات چیز از, بله. از بین نبره حالا این حرف شما بسیار بسیار میتونه حساس و مهم باشه برای بسیاری از خانواده های عزیز ما که در کشور ما میبینیم که چقدر دامنگیر مشکلات هستک حالا مشکلات زیادی وجود داره در خانواده دا ما متاسفانه یا ای که عزیز خود دست دادن یا ناامنی هست مشکلات اقتصادی فقر سیگاپور بیکاری حالا ما میبینیم این مشکلات وجود داره و چقدر خوب است که با وجود که سختی ها و مشکلات وجود داره باز هم مثبت باشم بازم بیاین چیزهایی را در زندگی خودشان پیدا کنن که انشالله اون مسائله که با وجود که خورد و ریز است در زندگیشان ولی بتانن روحیه به یک حالت روحیه دهید بته و ذهنشان و فکرشان و به پدرها و مادرهای خانواده احمد به نظر هست خود همین خانم زوری یک نکته اصول خوشبختیه یعنی فردی که میخواد احساس خوشبختی کنه این است که خود از او مثبت اندیش باشه و حتی بتانه اینها رو به دیگران داری. انتقال بده به قول شما همون که فرمودین اگه والدین باشن که والدین در رس خانواده هستن اگه این والدین بغض باشن مطمئنن میتونن اینا رو به فرزندان خود خود خب انتقال بدن بله. و اولاد از اونها میاز میگیرن با وجودی که ما داخل زندگی ما مشکلات بسیاری داریم از هر لاست ولی پدر و مادر ما تونستن با این مشکلات به راحتی کنار بیان پس ما هم میتونیم خب این یک خیلی درس بزرگی هست برای فرزندان بله. خب میتونیم یک چیز دیگه بگیم سلامت عقل و روان انسان داشته باشه مم. علاوه بر که به خود از او تاثیرگذار هست این رو میتونه به دیگران هم انتقال پیدا کنه حال دیگران ما در مرحله اول نمیگیم که حتما باید اجتماع باشه مثلا خانواده باشه میتونیم در نظر بگیریم وقتی پدر و مادر مثبت اندیش هستن به فرزندان از خود و انتقال میدن میتونه حتی معمولا خانواده های کلانتر به خواهر برادرایی که داخل هست بله. به کاکا و ماما اینها وقتی بشه چه خوب میشه که حتی مادر میگم فلانی میبینی وقتی که باش با حرف میزنم اصح... صحبت میکنم احساس آرامشی داره نسبت انرژی مثبت انسان انسانایی هستن در خانواده این نکته چیز خاصی اون فرد نداره خامزوری نکته که این فرد داره اون است که مثبت اندیشه آه. همش کوشش کرده که غرق مشکلات زندگی نشه احسن و این کیفیت زندگی خود خور بالا برده و دیگران هم احساس کردن فلان که از مثلا ممکن است یک پدر خانواده باشه ممکن مادر خانواده باشه فرقی نمیکنه پدر کلان مادر کلان این فرد چون مثبت اندیش است علاوه بر ای که میتانه احساس خوب رو به بقیه انتقال بده میتانه احساس رضایت رو در زندگی خودش هم به دست بیاره هاله. و بس ما بس بعدی که میخوایم بیان سلامت اجتماع هست اه. در درست. بعد سلامت بدن و سلامت روح و سلامت اجتماع مد نظره منظور سلامت اجتماع حتما اجتماعی خو... خو... مثلا اجتماعی کوچیک هم میتانیم در نظر بگیریم حتما اجتماع ما داخل اجتماع مثلا جامعه در ابتدای اول مد نظر نیست هم و اقوام و اینها هم مد نظر هست منظور ارتباطی است که خانم زوری ما با دیگران داریم درست. ارتباط خود خور باید جوری باشه که به طرف مقابل احترام بگذاریم بله. این خود یک سلامتی میاره یک آرامشی میاره عزت نفسی برای طرف مقابل جان میکنه و در مقابل طرف مقابل هم مجبور میشه که به ما احترام احترام دو احترام دو بله بله. و متقابل هست خود از این باعث میشه داخل زندگی ایجاد آرامش ام. کنه امنیت خاطر کنه و خیلی از افراد هستن بیشتر وقتا از اونا میپرسیم هیچ مشکلی داخل خانواده خود ندارن بله. وقتی عمق مثلا متوجه میشه چون او ارتباط و مهارتی که داخل اجتماع ندارن از زندگی های خود خب ناراضی مم. هستن دبقیقا. چون ناتوان هستن در مهارت و ایجاد مهارت با طرف مقابل او آشنایی و مهارت لازم رو ندارن خب حالا ممکن است بگیم که در یک مقدار از مسائل ممکن است آشنایی نداشته باشن ولی در مسائلی که آشنایی و آگاهی هم دارند، دیگه این جیب مهارتی نمی‌دونم میفهمم که ما باید به این طرف احترام بگذارن ولی بله بله. قدرتی که بتانن این رفتار رو از خود ایجاد ام. کنن رو ندارن یعنی که تعامل نمیتونن به راحتی انجام بدن روابط اجتماعی صحیحه یاد ندارن یا که متوجه نیستن که چه قسمی باید انجام بدن اصلا الان من این رو با یک نمونه مثال بیان میکنم ام. مثلا قبول مسئولیت در جامعه ای خود باعث میشه که امنیت اجتماعی رو بالا ببره سلامت اجتماعی رو بالا ببره وقتی من مسئولیت میپذیرم در جامعه مطمئنا او کار رو انجام میدم حمایت جامعه هم نسبت به خود خود خب جلب میکنم جوری نباشه همیشه من توقع داشته باشم از بقیه درست بلکه مانه. یک مقدار هم از بحث مالی از مثلا استفاده کنم امکاناتی که دارم مم. برای بقیه هم خدمت رسانی کنم در جامعه منتظر خدمت رسانی به یک کلام مم. نباشم درست. چون اگه یک بار خط... مثلا خدمتی به من ارائه بشه دو بار ارائه بشه بدون مننت دفعه سوم ای... دو مشکل میشه چون طرف هم خسته میشه میگه من چند بار خدمت رسانی به این فرد انجام بله دادم بله. ولی این فرد دیگه یا ارزش رو خودهای نکرده نداره یه حالتی یا... مثل سربار بودن جامعه اصلاً. یعنی من در نظرتان ای هست اصلاً. پس چقدر پس... رویاهی و زیبا هستی گفت خانم زاده که ما یک انسان اندیش باشیم فکر کنیم مثلا یک انسان مثبت اندیش هستم من مثلا خانواده من یک خانواده مثبت اندیشن بازی خانواده میره وارد جامعه و همون نسبت تعداد خانواده های مثبت اندیشی که انسان های مثبت اندیش در اون زندگی میکنه خب وقت چی میشه میشه یک جامعه مثبت اندیش حتش. کاش شما یک چالش را پرتیم نسبت به همین موضوع که خانواده های هموطن ما بیان در این چالش شرکت کنن و بیاین بگوین که ما از ای به بعد میخوایم که جزء خانواده های مثبت اندیش شویم و چه کارهایی رو در انجام بدیم که مثبت اندیش ما شویم. عملی شه این مهم است حالا چه عواملی چه احسن... کارهایی انجام بدیم احسن... که مثبت اندیش شویم حالا این مثبت اندیشی چی نمیکنه در زندگی یعنی اگر ما اینا رو بررسی کنیم که داریم بررسی میکنیم دیگه که بتونیم مشکلات رو در برابر انسان واقعا ناچیز میکنه دیگه نالان و ناراضی دیگه ممکن از زندگی خود این فرد مثبت اندیش نباشه خب میان برنامه تقدیم شما همچنان بعد از وقفه و میان برنامه همراه شما خواهیم بود عبا ساله، عبا ساله، عبا ساله، عبا ساله یا عبا

خب تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده های عزیز شما پدرها و مادرها و شما فرزندان و جوانان مثبت اندیش امیدوار هستیم که همچنان با یک اندیشه مثبت و با یک سلامتی کامل امروز بیننده برنامه که از اول بودن تا آخر هم باشین و در بخش پایانی میخوایم باز هم صحبت داشته باشیم با شما عزیزان باز هم همراهی کنین خانم حسن زادم گفتیم که پس مثبت اندیشی میتونه یک زیربنای اصلی باشه برای سلامت اجتماعی درست است؟ بله بعدش ما در زمینه زندگی رضایت از زندگی این رو مطرح کردیم گفتیم که در رفتار انسان وقتی مثبت اندیش بود میتانه یک رضایت و احساس رضایتی ای رو ایجاد کنه و این رو به بقیه هم انتقال بده ولی تنها در مسئله عملی خامزوری مطرح نیست حتی به زبان و گفتار هست یک فردی میگه میتانه با یک زبان خوشی که داره با یک گفتاری که داره میتانه این زمینه رضایتمندی رو در جامعه ایجاد کنه مثلا میتونم بگیم فردی که میخواد مثلا بهش خدای نکرده توهینی شده به جایی که اون گفتار تهاجمی رو بگیره مذاکره مذاکره عمل کنه عاطفی عمل کنه بلد. خب یک مقدار هم از احساسات عاطفه خود احساس ایجاد کنه به جایی که بخواد همش تهاجمی باشه این خودش باعث میشه سلامت جامعه رو ایجاد کنه دقیقا باعث میشه که روح روان خودش هم آرامش داشته باشه روح روان جامعه هم احساس آرامشی بهشون دست بده یعنی آرامش اخی... هست یعنی احسان. جایی که مثبت باشه و سلامت اجتماعی باشه دیگه در او دروغ نیست دیگه غیبت نیست توهین نیست توهین نیست. نیست تحقیر کردن نیست زیر پای گذاشتن حق مردم نیست و چه عالی و ما فکر میکنیم ای خیلی نیاز داره که یک جامعه آرمانی باشه که ای اصول رایت بشه ما میتونیم بگیم نه من انسان نوعی یک نفر هستم اگر با هم نوع خودم ای رو مد نظر بگیرم قابل ایجاد هست یعنی چیز آرمانی نیست هر فرد نسبت به خودش مسئول باشه میتونه ای رو ایجاد کنه و واقعا یک چیزی هم در خود آدم ایجاد میشه لذت میبارد چنین زندگی و باعث میشه که احساس رضایت داشته باشه در صورتی که اگه انسان سختی داشته باشه در زندگی ولی به خاطر اینکه من میخوام زندگی مسالمت آمیزی داشته باشم او سختی رو میتانه کنار بگذاره مثلا خدای نکرده به فرد تویین شده بله. خب خیلی سخت است که جواب او رو نده مثلا فکر میکنه که اگه من جواب او رو ندم احساس ذلت میکنم و ما میگیم این ذلت برای فرد نیست عین عزت هست اصل مهمی که در روابط دیگران وجود داره انسان افکار مثبت داشته باشه علاوه بر با انسان ارتباط ساده که در جامعه برقرار میکنه باعث میشه ایجاد تمامیت هم بکنه درست. چون ارتباط صرف برقراری صحبت کردن و انجام کارها نیست بلکه ارتباط اصلی زمانی تشکیل میشه که روح و روان انسان با هم آمیخته بشه درست. یعنی انسان ها ارتباط روحی با هم برقرار کنه اللحاظ روانی با هم نزدیک بشه درستان. این جی هست که باعث میشه که انسان ها با هم نزدیک بشن و ارتباط و صمیمیت ایجاد بشه و خیلی مهم هست معمولا ما فکر میکنیم وقتی با کسی ارتباط داریم صرف ارتباط مثلا الله کاری داریم برستم. صرف ارتباط شغلی مد نظر است همو ارتباط صرف شغلی زمانی باعث میشه کیفیت او کار بره بالا و موفقیت او کار بره بالا زمانی هست که انسان مثبت اندیش باشه بله بله. زمانی هست که امور زندگی رو صرف مادی نبینه درستان. بلکه ارتباط سالم اجتماعی رو به معنویات هم, هم. یک تصبیقی بده بلده. زمانی هست که مثلا از زم... ایجی دیگه رابطه کاری باعث میشه نشات آور باشه هم. باعث نمیشه که همش او ارتباط کاری صرف او کاری باشه که من به خاطر مادیات امروز این کار رو انجام میدم و میرم به منزل درستان. فردا هم دوباره به خاطر مادیات میام نه زمانی لذت بخش میشه و نشاط آور میشه که صرف مادیات نباشه بلکه او صمیمیت بین ارتباطات خیلی مهم درستان. است و همین که در زن... و خیلی هم راهکار را... راحتی داره امه. من امروز مثبت اندیش باشه منفیات رو در زندگی نیاره درست. اگه منفی در زندگی بیاد ممکن است با کوچکترین حرفی که همکار از میزنه امه. کوچکترین حرفی که حتی زیر دست از بله بله میزنه باعث میشه که یا رئیس از این ای میزنه ناراحت بشه بگه چرا فلان کس همچین حرفی رو برای من زد. رتبه مقام ما بالاتر بود مثلا سن و سال ما از با... بالاتر بود اینها باعث میشه نگران و حتی استراب به او بله بارد بله کنه بله. این به خاطر این است که ذهن و نگرشه که صبح آمده داخل ام. مکانی که برای شغل از اون از کار از اون از درستان. باعث شده که منفی بوده خیلی باعث شایدم میشه شاید همکار از او یا رئیس از او گپ هم اگر بزنه شاید منظور خاصه نداشته باشه ولی چون منفی میبینه اصلا. اونا را برداشت اشتباه میکنه اصلا حتی تنه ما همه تنش ها رو تنش های استرابنگیز از و کیفیت کار را هم میاد پای. دقیقا حتی باعث میشه از لحاظ کاری از لحاظ شغلی این فرق تا یک جای دوام بیاره بل. حتی باعث میشه که از کار بعد از یک مدتی این کار رو از دست بده خب همین باعث شده که سلامت شغلی از او از دست بده در اجتماع یعنی بلی. سلامت اجتماعی زیر مجبورش سلامت شغلی از باعث درستان. شده ای رو از دست بده پس مثبت اندیشی باعث میشه سلامت عاطفی یک انسان رو بالا ببره هرچی ارتباطات انسان صمیمی بیتر باشه آت... بحث عاطفی از او قوی تر باشه یعنی میتونه یک انسان موفق تر باشه بلد. میتونه از لحاظ روحی و ارتباطی ارتباطات بهمتری با و, بر... و بالاتر با طرف مقابل برقرار بله حالا منظور از سلامت اجتماعی یعنی همی که ما وقتی که سلامت اجتماعی داشته باشیم و مثبت اندیش باشیم دیگه رقابت های منفی دیگه وجود نخواهد داشت چه در محیط زندگی ما چه در محیط کار ما چه در اجتماع ما این رقابت های منفی که خودش ناشی میشه از منفی اندیشی یعنی منفی دیدن و نداشتن یک سلامت اجتماعی که اگر نباشه ما باعث میشه که رقابت های منفی داشته باشیم باعث میشه که تعامل خوب نداشته باشیم روابط اجتماعی صحیح نداشته باشیم تعامل خوب نداشته باشیم و به ناگاه دیگه زندگی زندگی نخواهد بود احسان یک مسئله به دیگه هم که اینجا میخوایم بیان کنیم این است ارتباطاتی که انسان با طرف مقابل داره در بس, بس ارتباط هم همین مثبت اندیش باشه خیلی میتونه در زندگی از او تاثیر بگذاره منظور این است که همسانی افراد برای خود خود انتخاب کنن یعنی من که مثلا فلان مثلا درجه رو دارم در این کار با یک فرد بهتر از خودم دوست بشم نه پایینتر و ضعیفتر این ارتباطات میتونه انسان رو ترقی بده ما کلامی از امام صادق علیه السلام داریم که میفرمایند برای هر چیزی چیزی دیگری هست که آسایش خود را در آن می و همان و مؤمن آسودگی خود را در برابر مؤمن می آبد. همان گونه که پرنده آسودگی خود را در همانند خود میابد دست. یعنی جوری نباشه من که انسانی که میخوام ترقی کنم با یک فردی که خدای نکده شرارت میکنه ارتباط برقرار کنم و این شرارت بر... مثلا فردی که دوچار مشکل اخلاقی هست یک نوع منفی اندیشی به من هم به صورت ناخودآگاه الغام میکنه دست. بخوام نخوام منفیات زندگی از او به زندگی من کشانده میشه هم نشینی خیلی معصر است در زندگی پس ایران باید در روابط اجتماعی اگه میخوایم لحاظ سلامت اجتماعی بالای انسان برخوردار باشه این رو در نظر بگیر من انسان با کی ارتباط برقرار میکنه درست چی در محیط کار چی در محیط اجتماع اگه با همسرت خودم بودم که خوب یا بالاتر بود چه بهتر ولی بله. اگه احساس بر... کردم که من با پایین خود خوب ارتباط برقرار کنم ارتباطی که نه برای هدایت طرف مقابل باشه امه. بلکه که میخوام صمیمیشون و کارهای از اونم تقلید کنم بله. اگه برای هدایت باشه که خیلی چیز مف... امه. مثبتی هست ولی اگه نه اگه میخوای کارهای منفی او در زندگی و خدای نکته شرارت از او در زندگی من دچار مشکل مم. ایجاد بشه مطمئنا موفق ناما ناکامی های از او جلوی موفقیت های من رو میگیره مم. پس این یک ارتباط دوسویه باز اینجا متقابل وجود داره که انسان با چه کسی ارتباط برقرار میکنه پس روابط اجتماعی و مهارت های ارتباطی خیلی متانه در زندگی موفق امیت انسان رو تحت بله. سال قرار تحت شعا قرار بده م. حتی مهارت های انسان رو بعض وقتا هست. ما میگیم ما نیاز نداره مهارت ارتباطی خود خور بالا ببره خب دیگه فلانی دیدم و هر شکل با گفتگو میکنم مثلا به اهمیت داخت... او رو در نظر نمیگیرن میگم ما هر جا رسیدم مثلا فلانی رو برای دوست انتخاب میکنم رفت آمد بلی. باش میکنم حتی رفت یعنی میگه آمد... مهم نیست اگر من بخوام با افرادی تعامل خوب داشته باشم یا بد مهم نیستی که من خودم مثلا بتانم زندگی کنم کار خود پیش ببرم همون کافی است ای که تعامل خوب داشته باشم این برشان مهم نیست در حالی که میتونم در زندگی از او در کار او در حرفه او در شغل او تاثیر گذار باشه. باشه بله حتی بعضی از ناکامی هایی که انسان در زندگی از او پیش می آیه اگه انسان خواسته باشه بررسی کنه یک دلیل از او است که او ناکامی و ناتوانی علتش این است که ما با اجتماع تعامل خوبی نداشتیم م. یعنی اجتماع تعامل خوب نداشته فقط باعث شده که یک سری ناکامی هایی رو به سراغ از او بیاد بعدش میگه که من زندگی خود راضی هستم فلان است به این فکر نکرده که من انتخاب نادرستی کردم این رو با یک مثال میتونیم بیان کنیم فرد یک دوستی رو انتخاب کرده درسته مگه من با فلان از رفت آمد دارم حتی رفت آمد خانوادگی دارم ام. به داخل زندگی از ای یک و این دوست از ای یک دو مشکل اخلاقی داره خب به داخل زندگی از اون ناخواسته مشکل اخلاقی وارد میشه بعدا میگه که من زندگی به دوچار مشکل شده نمیگه که از چی طریق از چه ارتباطی پس سلامت اشتباهی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه سعی کنه انسان در این زمین مثبت اندیش باشه مهم. واقعا در انتخاب دوست انتخاب همکار اینها حتما دقت کنه که افرادی را انتخاب, انتخاب کنه که به ترقی انسان به موفقیت انسان بله. کمک کنن مهم. نه ای که او رو در ناکامی ها خدای نکرده پیش ببرن و زندگی از او رو باعث بشه که خراب کنن یا دچار مشکل کنن بله. دقیقا. این طور ارتباط ها هم باعث میشه یک موفقیت های من میخوام در فلان مثلا بچه شما فکر کنید داره درس میخونه بهش پیشنهاد میکنه که مثلا همسنفی که از تو بهتر هست مثلا لازه درسی با او مثلا درس رو کار کن مثلا در درس ضعیف هست هیچ وقت نمیگیم از خود خود پایین تر برو کار کن چون نه تنها او که از این ساعت درسی از پایین تر چیزی بره از او یاد نمیده بلکه باعث میشه که این خود از ایرام ضعیف کنه حالا مثلا زودا فرصت نیست در یک دقیقه یک جنبلی بسیار خلص بر ما بکنه نسبت به سلامت اجتماعی سلامت روانی و به طور کلی میتونیم بگیم کسانی که سلامت جسمانی دارن و سلامت رو، روح و روان دارن میتونن انسان های موفقی باشن در صورتی که در پرتو سلامت اجتماعی قرار میگیرن به ارتباطات خود را حتما دقت کنن که به مرتبه بالاتر برسن, برسن. آه. نه اینکه خدای نکرده به پایین تر برسن و بله. زمانی میتونن احساس نشاط در زندگی خود کسب کنن در... هم در زندگی خانوادگی و هم اجتماعی که ارتباطات صمیمی داشته باشن ارتباطی که با روح و جان خود با طرف مقابل دارد بس... این اینطور ارتباطات میتونه سازنده باشه در زندگی بسیارالی. بله پس ما یک چیز برای بیننده های عزیز ما میگیم که اگر میخواین موفق باشین اگر میخواین خوشبخت باشین اگر میخواین که یک روابط اجتماعی دوستانه داشته باشین چه با خانواده چه با اجتماع چه در جایی که وظیفه دارن و اگر میخواین که رشد کنین و به کمال برسین بیم مثبت اندیش باشین انشالله که همه شما عزیزان اگر تا به امروز فقط به دنبال منفی های زندگی بودیم و سعی داشتیم که خدای نکرده با منفی ها زندگی خدا پیش بردیم از امروز بیایم اونا را گوشه بانیم بیایم خوب فکر کنیم زیبایی های زندگی را زیادتر ببینیم انشالله که مثبت باشیم و لذت ببریم از مثبت های زندگی خود ما تشکر و سپاسگزار از خوش. خانم حسن زاده و از حضور گرم شما عزیزان سپاسگزار هستیم و آرزوی بهترین ها را دارم برای یک یک شما هموطنان عزیزم خدا نگهدارتان اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.